با سلام شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری، امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. در برنامه دیگر از مکس، از سری برنامه های تلویزیون برابری، همچون برنامه های گذشته همراه با رفیقم آرش کمانگر در خدمتتون هستیم. سوسیالیسم و مجازات اعدام و انگیزه 10 اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام. 10 اکتبر مصادف با 18 مهر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام. از سال 2003 که این روز نامگذاری شده، تعداد کشورهایی که مجازات اعدام رو لغو کردن سال به سال بیشتر شده. ولی با این حال تعداد کل اعدام ها در جهان کاهش منظم سالانه نداشته. دلیل این امر هم تعداد بسیار زیاد احکام اعدام در 3 یا 4 کشور دنیاست که به تنهایی آمار کل جهانی رو تحت تأثیر قرار دادن. ایران یکی از این کشور هاست. اعدام یکی از موردهای پیشبینی شده در قانون برخی کشورهاست که در اون به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومی، جنایی و نظامی زندگی یک انسان سلب میشه. کشورهای چین و ایران دارای بالاترین آمار اعدام در جهانند. ایران بالاترین نرخ سرانه اعدام نسبت به جمعیت رو داراست و در سال 2022 نزدیک به 500 نفر به دست نیروهای جمهوری اسلامی اعدام شدند، که البته هنوز ما در سال 2023 آمار نهایی امسال هنوز به طور دقیق مشخص نیست. در مجموع تر حدود 110 کشور قانون اعدام رو لغو کردن، دیگه در قوانین قضایی حقوقشون نیست. در حدود 50 کشور ضمن این که در قوانینشون هست ولی اجرا نمی کنن. یعنی سالهای زیادی است که اعدام در کشورشون اجرا نشد. ولی 30 کشور هست که تقریبا در اونها قانون اعدام متاسفانه اجرا میشه. از کشورهای غربی از جمله خود امریکا این مجازات اونجا به مرحله عمل در میاد، یعنی زندگی انسانی رو در اثر قانونی که در قوانین حداقل 30 ایالت اونجا هست که این اجرا میشه. در کشورهای اروپایی فقط در بلاروس هست که این قانون اجرا میشه. کشورهای دیگری از اروپا ضمن این که در قانونشون هست همونجوری که عرض کردم، ولی در سالهای زیادی هست که این قانون اجرا نشده. ما میخواییم نگاه بکنیم به این مقوله همراه با رفیقم آرش کمانگر، ببینیم که مسئله اعدام دقیقاً چرا در قوانین وجود داره، چرا این در این عصر که این دنیای پیشرفته امروزی چرا بعضی از کشورها همچنان مقاومت میکنن در رابطه با این مسئله. درسته که اونجوری که عرض کردم 50 کشور اجرا نمیکنن، ولی چرا حاضر نیستن از قوانین خودشون حذف کنن؟ یا اون 30 کشوری که اجرا میکنن چرا اجرا میکنن؟ نگاهی میندازیم به این مقوله. رفیق آرش، به برنامه خودت خوش آمدی. مقدمه رو من شروع کردم در این رابطه، خواهش میکنم خودت پی بگیر. فیروز جان، منم درود میفرستم به تو و همچنین به بینندگان عزیز تلویزیون برابری. روز 10 اکتبر، روز بین‌المللی پیکار با مجازات ضد بشری اعدام رو شاد باش میگیم به همه انسان‌های آزادی‌خواه در سراسر جهان، به ویژه اونان که در ایران با رکورددار این مجازات ضد انسانی یعنی جمهوری اسلامی مشغول مبارزه و پیکار هستند. همونطور که می‌دونید رژیم جمهوری اسلامی در تازه‌ترین جنایتش آرمیتای 16 سالی عزیز رو که مورد ضرب شتم مامورین حجاب‌بان در متروی تهران قرار گرفته بود رو به کما فرستاد.
از صمیم قلب آرزو میکنیم که آرمیتا سلامتی خودش رو باز بیابه و این امکان رو داشته باشه که کلیه حقایق مربوط به این ماجرا رو افشا بکنه. سابقه مبارزه برای لغو مجازات اعدام به سالها قبل برمی‌گرده، در واقع میشه گفت که از اواخر قرن 18. میدونید که کلیه این مذاهب از اسلام تا یهودیت تا مسیحیت اینا دست در دست حکومت‌ها جزی از به اصطلاح ماشین کشتار بودن. به ویژه اسقف‌های مسیحی و کاتولیک در اروپا در دوران قرون وسطا و اون دوره وحشتناک انگیزاسیون چه جنایات وحشتناکی رو به اصطلاح علیه انسان‌ها مرتکب می‌شدن. یعنی نه تنها آدم‌ها رو به خاطر قتل، بلکه حتی به خاطر مثلا خیانت به همسر و انواع و اقسام جرایم از جمله جرایم عقیدتی و حتی ارائه تزهای علمی در مورد اینکه زمین مثلا مسطح نیست گرد، یا مثلا این خورشید نیست که به دور زمین میچرخه، زمینه که به دور خورشید میچرخه، به مجازات مرگ محکوم میکردن. بعد که بر اثر رنسانس و بر اثر انقلاباتی که در اروپا دموکراتیک رخ داد و اروپا از چنبره قرون وسطا و نظام سلطنت مطلقه و همچنین فئودالیسم بیرون اومد، وارد جوامع سرمایه‌داری شد، ما خب دیدیم کلیسا آرام آرام پاشو از عرصه دولت و تا حدود زیادی سیاست کشید کنار و به اصطلاح به امر خصوصی تبدیل شد. از اون زمان در میان شاخه‌هایی از مسیحیان به ویژه کاتولیک‌ها یک گرایشی شکل گرفت تحت این عنوان که مثلا بر مبنای البته عقاید مذهبی خودش، خدا خودش انسان رو خلق کرده، خودش هم میدونه کی جان او رو بگیره، بنابراین ما نباید در کار خدا دخالت بکنیم. و مبنای همین منطق بوده که مثلا همچنان که با سقط جنین اینا مخالفن، میگن این دخالت در کار خداست، با حکم اعدام هم شروع کردن به مخالفت. و میبینی که حتی مثلا الان دستگاه کاتولیک مثلا یک نهادی داره به کائنات دست نزنید که یک نهادی ویژه مبارزه برای لغو مجازات اعدام یا تشویق دولت‌ها و کشورهاست برای لغو مجازات اعدام. تحت تأثیر همین افکار کاتولیکی جدید بود که در پاری از ایالت‌های آمریکا مثل پنسیلوانیا و میشیگان ما شاهد این بودیم که مثلا برای نخستین بار مثلا در پنسیلوانیا 1792 میلادی مثلا مجازات اعدام رو فقط در موارد استثنایی مثلا گفته بودن قتل عام، یا در میشیگان گفته بودن جز در مورد خیانت در سایر موارد باید مجازات اعدام لغو بشه. اما ولی معروف اشکالی از اعدام رو اینا حفظ کرد. نخستین بار کشور ونزوئلا که بعد یکی از کشورهای به هر حال کاتولیک آمریکای لاتین هست در 1863 و بعد چند سه سال بعدش کشور کوچک سان مارینو و بعد چند سال بعدش کشور کاستاریکا اینها مجازات مرگ رو لغو کردن. یعنی ونزوئلا در 1863 میلادی اولین کشوری بود که به طور کامل مجازات اعدام رو لغو کرد. منتها سالها طول کشید و عملا بعد از جنگ جهانی دوم میلادی بود که تحت تاثیر جنبش‌های آزادی‌خواهانه شکلی نهادهای حقوق بشری مثل سازمان عفو بین‌الملل و بخشی از جنبش چپ، بخشی از جنبش زنان و جنبش‌های اجتماعی تمام قد رفتن پشت ایده لغو بی‌قید شرط مجازات ضد بشری اعدام، هر نوع مجازات اعدام. بدین ترتیب بود که آرام آرام تحت فشار افکار عمومی و تحت فشار جنبش‌های اجتماعی یکی یکی کشورهای ابتدا اروپایی و بعد در سایر کشورها اومدن به اصطلاح مجازات اعدام رو لغو کردن. همونطور که گفتی الان در اروپا بلاروس تنها کشوریه که مجازات مرگ رو کماکان اجرا میکنه و اساسا الان کسی نمیتونه عضو اتحادیه اروپا بشه مگر اینکه مجازات اعدام رو لغو کنه.
ترکیه هم که مجازات اعدام رو لغو کرده بود قبلا و تقاضای عضویت اتحادیه اروپا کرده، هرچند اردوغان یکی دو بار زور زد حزب عدالت اسلامی توسعه و عدالت اردوغان زور زد که این مجازات رو بر بگرد. بعد در واقع از میان کشورهای پیشرفته آمریکا و ژاپن تنها کشورهای کمپ غرب هستند که هنوز مجازات مرگ در اونا وجود داره و اجرا میشه، هرچند در ژاپن در سالهای اخیر در حد مثلا یک یا دو اعدام در سال بوده، ولی در آمریکا از 50 ایالت 20 ایالت هستند که لغو کردن به طور کامل، ولی 30 ایالت هنوز به اصطلاح بالا استفاده از صندلی الکتریکی یا آمپول کشنده و غیره به اصطلاح چیه این مجازات در اونها اجرا میشه و متاسفانه طبق آخرین نظرسنجی هم که صورت گرفته بود در آمریکا هنوز 60% مردم مدافع حکم اعدام هستند، در ژاپن 80% مدافع حکم اعدام هستند، یعنی خود اون افکار عمومی اون کشورها هم هنوز مشکل داره و راه نیومده با این به اصطلاح چی ایده، ولی برو اونجا به این ترتیبه، کشورهای دیگری مثل تایوان و که متحد غرب هست اونجا اجرا میشه. همونطور که خودت هم گفتی به طور فعال شاید حدود 30 کشور باشن که هر سال در جهان از یک تا چند صد تا مثلا مجازات مرگ در اونجا اجرا میشه. رکوردداران به اصطلاح این اجرای این اعدام ها چین هست که گفته میشه از چند صد تا چند هزار، منتها خود چین هیچ آماری در این زمینه منتشر نمی کنه، همچنین کره شمالی، بنابراین ما از آمار دقیق چین خبر نداریم، ولی اگه شما حساب برید جمعیت مثلا چین یک میلیارد، یک حدود یک نیم میلیارد درست، جمعیت ایران 85 میلیون، اون وقت میشه گفت که ایران هست که به لحاظ سرانه جمعیت رکورددار اجرای این مجازات ضد بشری هست که هر ساله چند صد نفر رو به اصطلاح چیکار میکنه اعدام میکنه. بعد کشورهای مثل عربستان، عراق، پاکستان، آمریکا، اینا به اصطلاح چیه در سودان جنوبی، اینا در رده های بعدی به اصطلاح چیه قرار دارن. این تصویر در این حال اینم بگم که مثلا خود فرض بگید کانادا که من زندگی میکنم از 1976 میلادی حکم اعدام لغو شد درست، و بعد در سال 1977 سازمان ملل در قطعنامه‌ای خواستار به اصطلاح لغو یا کاهش مجازات اعدام در همه جهان شد، ولی عملا از سال 2003 میلادی هست، یعنی حدود 20 سال هست که رسما 10 اکتبر وارد تقویم بین‌المللی شده به عنوان روز جهانی پیکار برای لغو کامل مجازات اعدام، یعنی یک ایده جوان 20 ساله هست، هرچند خوشبختانه سال به سال این جنبش در حال تقویت شدن هست و هر ساله کشور یا کشورهایی به این کمپ میپیوندن، یعنی به جرگه کشورهایی میپیوندن که مجازات اعدام رو به طور کامل لغو کرد. ممنون رفیق آرش. من طبیعتاً در صورتی که به اصطلاح وقتمون اجازه بده به این موردم خوبه که بپردازید در انتها که توجیه این کشورها که همچنان چه اونهایی که عملاً در جرگه اون 30 کشور هستن که اجرا میکنن، چه اونهایی که اجرا نمیکنن ولی در قوانینشون وجود داره، شاید یک اشتراکاتی در توجیه قضیه اینا با همدیگه داشته باشن، چون اگر نمیداشتن طبیعتا میتونستن اون حداقل اون 50 تا از قانونشون حذف بکنن. حالا این اگر امکان پذیر شد بعدا به لحاظ وقتی حتما بهش میپردازه، ولی من اگر موافق باشی برای اینکه به اصطلاح برگردیم یک نگاهی هم بعداً به در وضعیت حداقل مسئله چپ رو در جریانات چپ در ایران و کلاً جنبش چپ در ایران و در سطح بین‌المللی نگاهی بندازیم. خوبه که نگاهی بندازیم به مسئله سوسیالیسم علمی و مجازات اعدام از نگاه سوسیالیسم علمی.
من برای این که به قول من تو اینو بتونیم با هم دیگه شروع کنیم تو این زمینه، مناسب میدونم که یک نگاهی بندازیم به گفته مارکس در این زمینه. اینم من اشاره بکنم که همونجوری که خودت گفتی مسئله قدمت به اصطلاح این مسئله خب خیلی سال هاست، یعنی در رابطه با خود این قضیه که من میخوام عرض کنم، مارکس این موردی رو که به اصطلاح در ارتباط با اعدام میگه مربوط میشه به 150 سال پیش، یعنی این یه چیز جدیدی نیست. در این حالی که مارکس یا انگلس که تو این زمینه نظری دارن که به اصطلاح مکتوب وجود داره، باز اینها به تنهایی نبودن که یا مخالفت با اعدام از اون زمان نیست، یعنی قبل از اونا هم این مسئله پیش آمده. مثلا فرض کنید قبل از اون قضیه دقیقا در ارتباط با مخالفت با اعدام وجود داشته در این قضیه، ولی حالا نگاه میکنیم ببینیم که خود مارکس نسبت به این مسئله چی میگه. میگه در جلد هشتم مجموع آثار مارکس اینن اومده که میگه اگر غیر ممکن نباشه در واقع بسیار دشواره. اصلی رو بنا کنن که در نظر باشه با اون اصل بر حق بودن و مفید بودن مجازات اعدام در جامعه‌ای که به متمدن بودن خود میباله اثبات کرده. اون ادامه میده میگه این چه نوع جامعه‌ایه که وسیله بهتری برای دفاع خود جز جلاد نمیشناسه؟ آیا ضروری نیست به جای ستایش جلادی که دسته ای از جنایتکاران رو اعدام میکنه تا جا رو برای جانیان بعدی باز کنه، به طور جدی درباره تغییر سیستمی اندیشید که چنین جنایت هایی رو به وجود میاره؟ خب ما خودمونم در رابطه با همین مسئله که من عرض کردم در ادامه اگر امکان پذیر شد بهش بپردازیم، خواهیم گفت اونجا که چطور میشه که یک انسانی که حتی از نظر به اصطلاح نگاه های مذهبی هم که معتقدن بچه یا اطفال یا به اصطلاح جز معصومین حساب میشن، چرا اینها وقتی که به سن بالا میرسن مرتکب به اصطلاح خلاف و جنایت و امثال هم میشن؟ آیا این بستر به وجود آمدن چنین انسانهایی خود جوامع نیستند؟ این جوامع چه نوع جوامعی هستند که باعث به وجود آمدن چنین انسانهایی میشن؟ یا اون انسانها یا اون کودکان در رشد سنی خودشون دچار چنین خطاهایی میشن؟ قطعا به این مسئله میپردازیم، ولی در وهله اول نگاه کنیم نگاه خودت رو در ارتباط با سوسیالیسم علمی در مورد این مجازات غیر انسانی یا به اصطلاح قتل عمد دولتی که دولت ها انجام میدن با مسئله اعدام. پیرو جان، من قبل از اینکه به این نکته بپردازم این پرانتز را هم باز بکنم که در واقع درسته در برخی از کشورها اعدام لغو شده، اما حکومت‌هاشون و سیستم پلیسیشون عملاً این مجازات را تا کف خیابان اجرا می‌کنند. یعنی از دولت ترکیه گرفته تا دولت اسرائیل گرفته تا پلیس آمریکا گرفته. یعنی شما حساب برید در سال بیش از 30,000 نفر با گلوله در آمریکا کشته میشن که حداقلش چند هزار نفرشون توسط نیروی پلیس است. میگه من فکر کردم طرف اسلحه داره، کشیدم زدم کشتم، فکر کردم این تو جیبش چاقو داره، زدم کشتم. یعنی برخی از این رژیم ها، اون ایالت هایی هم که در آمریکا حکم اعدام رو لغو کردن یا در اسرائیل ما میبینیم روزانه مشغول جنایت هست علیه فلسطینی ها، آدم کشی، منتها رسما حکم اعدام به صلاح چیه لغو، اصلا نمیذارن کار به دستگیری و محاکمه و اینا کشیده بشه که حالا بعد طرف حکم ابد بدن یا ندن و اینا. حالا اخیرا هم که دیدید در یکی از زندانهای اسرائیل یکی از فلسطینی‌ها که حکم ابد داشت، یک مرد،
5 زندانبان زن اسرائیلی دائما او رو مورد سوء استفاده جنسی، یعنی باش رابطه جنسی داشت، که اصلا کلی سر صدا کرد. بنابراین اینم گفتم بگم که این مجازات ضد انسانی ممکنه در بسیاری از کشورها از قوانینشون حذف شده، اما کف خیابان توسط پلیس سرکوبگر داره به اصطلاح چیه اجرا میشه. در فرانسه هم دیدیم که علیه یک الجزایری تبار که منجر به شورش شد در همین دو به اصطلاح اخیرا. در رابطه با اینو من بگم که تاریخچه نقد مجازات اعدام در اندیشه مارکسیسم و سوسیالیسم علمیش مثلا حدود 170 سال، یعنی مثلا این مقاله مارکس مجازات اعدام که همونطور که گفتید در جلد 8 مجموعه آثارش هست، حدود قدمتش به 170 سال پیش برمیگرده که اونجا آشکارا و قاطعانه با این مجازات به اصطلاح چیه مرزبندی بکنید، که فراز مهمش رو تو اون نقل قولی که خواندی آوردی. فردریک انگلس همرنز و فکر مارکس هم مثلا تو کتاب منشأ دولت، خانواده و مالکیت خصوصی رسما اعلام میکنه که مجازات اعدام نوع به اصطلاح مدرن انتقام خونی هست، در واقع همون قصاص، همون انتقام که در عصر توحش به اصطلاح چیه وجود داشت. در بسیاری از کشورها که حکم اعدام اجرا میکنن عملا جز قتل عمد شامل سایر موارد نمیشه. این تنها عمدتا اساسا، اگه نگیم فقط اساسا، کشورهای اسلام زده مثل ایران، افغانستان، عربستان و غیره هستند که برای مجازات جرائم به اصطلاح غیر از قتل عمد هم حکم مرگ صادر میکنه، مثل زنای محسن، مثلا توهین به مقدسات، نقد اسلام یا مثلا سب النبی، مثلا مخالفت با رژیم و به اصطلاح برهم زدن آرامش و امنیت جامعه، محاربه با خدا، مفسد الفعل ارض. حتی در ایران آدم‌ها را به خاطر جرایم اقتصادی، یعنی اگه کلاهبردار اقتصادی کلان باشه هم اعدام میکنن. یعنی کشورهای اسلام زده عملا تنها کشورهایی هستند که جز قتل عمد برای سایر موارد هم مجازات مرگ صادر میکنن. مثلا در کشور مثل افغانستان، ایران، اگر یک غیر مسلمان با یک مسلمان مرد مذکر با هم رابطه جنسی به اصطلاح لبات، حکمش مثلا چیه اون فرد به قول به زبان اینا فاعل، مثلا حکمش اعدام هست. یعنی اشکالی از همجنسگرایی که یک حق طبیعی انسانی هم چه در افغانستان، چه در ایران، چه در عربستان میتونه حکم اعدام دریافت کنه، حتی در سومالی و اینا. نگاهی که مارکسیسم و سوسیالیسم داره به این مقوله اینه، میگه که چون میگه که ما در جامعه طبقاتی، حالا بردهداری بوده، فئودالی بوده، الان ما در همه جهان نظام سرمایه‌داری مستقر. نظام سرمایه‌داری مبتنی هست بر نابرابری‌های طبقاتی، فاصله فقیر و غنی. اکثریت جامعه در کشورهای سرمایه‌داری به اصطلاح چی میشن؟ جزء لایه‌های تویدست و زحمتکش و فلان اینا میشن. و بعد همیشه در بسیاری از این کشورها میلیون‌ها بیکار وجود دارن، میلیون ها بی خانمان وجود دارن، میلیون ها انسان وجود دارن که حتی به نان شب محتاجن، از انواع و اقسام بیماری های جسمی و یا روانی رنج میبرن. یعنی این جامعه طبقاتی مبتنی بر نابرابری طبقاتی مجموعه ای از آسیب های اجتماعی رو فراهم میاره، از دزدی گرفته تا تبهکاری گرفته تا تنفروشی گرفته تا مثلا زورگیری گرفته و بسیاری مسائل دیگه. پاسخی که ما مارکسیستا و سوسیالیستا میگیم که شما باید انگوش بذاری روی علت العلل مسائل. اینا عوارض اون علت العلل هستن. این آسیب های اجتماعی ناشی از یک علت اصلی هستن. شما اگر ریشه رو بخشکانی، یعنی اون علت های اصلی نابرابری رو بخشکانی، من فکر نمی کنم اگر مثلا یک زن سرپناه داشته باشه، غذای کافی داشته باشه، درآمد کافی داشته باشه، بره تن بده به مثلا تنفروش، یا یک مثلا کسی که بیکار
اگه بیکار شده بیمه بیکاری برخوردار باشه و بیمه بیکاریش هم به اندازه‌ای باشه که زندگیش رو تامین بکنه، او باز مثلا بره دست به سرقت و دزدی بزنه و بسیاری به اصطلاح چی آسیب‌های اجتماعی دید. بنابراین میگیم که اگر شما این تبهکاری‌ها، این به اصطلاح جرم‌ها، این جرائم غیر سیاسی یا و غیر رو می‌بینید، ناشی از عملکرد نظام طبقاتی سرمایه‌داری هست. یعنی این اون توده‌های آسیب دیده و آسیب پذیر نیستن که مجرم هستن، نظام سرمایه‌داری هست که مجرم. حالا یک نفر فرض بگیریم که مثلا دچار سادیزمه، بیماری روانی داره، خب مثل هر بیمار روانی دیگه، هر دیوانی میبرن تیمارستان، امکانات مالجی او را فراهم میکنن یا او را در یک فضای قرار میدن که تو جامعه نباشه، مثلا بتونه آسیب بزنه، اون داستانش فرق. ولی سایر توده های مردم رو شما باید امکاناتی رو براشون فراهم بکنی که دیگه دست به سرقت نزنن، دست به تنفروشی نزنن، دست به زورگیری نزنن. شما اون ویدئویی رو که یک فرماندهی نیروی انتظامی تهران پخش کرده بود، یک دزدی رو آورده بودن باش مصاحبه میکردن، گفتن چرا دزدی کردی؟ گفت به خاطر فقر و بیکاری. گفت حالا چند بار این کار کردی؟ گفت سه بار. گفت که آیا بازم میکنی؟ گفت اگر من شغلی نداشته باشم که درآمدی نداشته باشه بتونم هزینه همسر و بچه‌هامو تامین کنم، باز هم دست به این کار میزنم. بعد جالب بود، یعنی این عمدن پخش کرده بود، فرماندهی نیروی انتظامی گفت همش انتظار نداشته باشید که ما با جرایم مبارزه بکنیم، وظیفه دولت هست که برای این فقر و بیکاری و فلان و این داستانهای فکری بکنه. یعنی ناخواسته سیگنالی داد که این سیگنال رو ما همیشه میدیم، یعنی ما چپا میدیم که برو روی ریشه مسئله دست بذار، به جای اینکه بری توده‌های جهالت زده بریزید روی شهر نو تهران در سال 57، اون بیچاره ها رو لگد کوب کنید، خونشون رو آتش بزنید، خودشون رو کشتار بکنید و مجروح بکنید، برید یخی اون دولت و اون نظامی رو بگیرید که جامعه رو به جایی رسونده، چه در رژیم شاه چه در رژیم شیخ، که انبوه این زنان مجبور میشن برند برای اینکه لقمه نانی پیدا کنن برای خودشون یا خانواده‌شون، تن به اصطلاح تنفروشی بدن. درست؟ بنابراین ما مسئله رو اینجوری میبینیم، یعنی به جای اینکه شما برای حل مشکلات جامعه برید روی ریشه مسئله دست بذارید، اینا اومدن براشون چیکار کردن؟ جلاد درست کردن و روز به روزم بر هزینه‌اش اضافه میکنن. یعنی اگر اینا نصف این بودجه‌ای رو که صرف ساختن زندان، شکنجهگاه، نیروی پلیس، نیروی ارتش، من نمیدونم خرید گاز اشکاوبر، باتون برقی، من نمیدونم کوفت زهرمار اینا میکنن، اگر صرف ساختن سرپناه برای مردم خانمان، صرف تأمین غذا و کار و شغل با درآمد کافی برای اکثریت مردمان فقیر و زحمتکش بکنن، بسیاری از این جرایم به صلاح از صحنه گیتی مثلا چی میشه؟ محو میشه. و البته همونطور که خودت هم گفتی، پیش از مارکس و انگلس هم بودن روشن اندیشانی که قاطعانه اومدن با مجازات اعدام به اصطلاح مخالفت کردن. به ویژه من میتونم به نطق تاریخی ویکتور هوگو که نماینده مجلس فرانسه بود بعد از سرنگونی پادشاهی لوی فیلیپ، که در این حال نویسنده برجسته جهان هم هست، اون کتاب رمان بینوایان معروفه که چندین فیلم هم ازش ساخته شده، او در نطقی که در 15 مارس 1852 اگه اشتباه نکنم میلادی در مجلس فرانسه میکنه، اونجا میگه که ما با وزیر کشیدن پادشاه، با آتش زدن تخت پادشاهی، تخت سلطنتی، به یکی از مظاهر این سنت ارتجایی و قرون وسطایی پایان دادیم، اکنون بیاییم با آتش زدن چوبه دار و آتش زدن گیوتین برای همیشه به این مجازات ضد انسانی پایان بدیم و من خواهان اینم که این در قانون اساسی فرانسه گنجانده بشه، که البته گنجانده نشد و سالها بعد بود که فرانسه، حتی فرانسه بعد از کانادا بود که عملا اگه اشتباه نکنم در دهه 80 میلادی، 1980 میلادی بود که اومد حکم اعدام رو لغو کرد. این نگاه ما هست به اصطلاح سوسیالیست ها هست، متاسفانه
علارغم این دیدگاه‌های کاملا علمی، آزادخواهانه و بشردوستانه که ما داشتیم، بعد از پیروزی انقلاب اکتبر روسیه 1917 و حاکم شدن یک خانش استبدادی استالینیستی بر مارکسیسم و سوسیالیسم، می‌بینی که در تقریبا همه احزاب کمونیستی که تحت تاثیر این خانش بودند در سراسر جهان و اونا هم که در اون کشورهایی که چه در آسیا، چه در آمریکا، قاره آمریکا، چه در اروپا، چه در جاهای دیگه تحولات یا انقلابی یا به هر ترتیب کودتا فلان رخ داده و این آدمای یا نیروهای مدعی سوسیالیسم اومدن به قدرت رسیدن، اینها هیچ تلاشی برای لغو مجازات اعدام نکردن، بلکه خودشون جاری کننده و ساری کننده مجازات مرگ بودن. یعنی عملا از اون دیدگاه انسانی، دموکراتیک، بشردوستانه، عمیقا اومانیستی مارکس، انگلس، سوسیالیسم علمی فاصله گرفتن و یک خانش عملا دیدی دیگه، حالا مثلا از خمرهای صبح در کامبوج تا دوری انقلاب فرهنگی ماو چه جنایاتی رخ داد توی مثلا اردوگاه‌های کار اجباری سیبری در دوری استالین و همه جانشینانش چه جنایاتی رخ داد و که این مایه ننگ هست. و بعد از انقلاب 57 هم عملا باز تقریبا همه نیروهای چپ به مجازات مرگ، یعنی من تا اونجا که بررسی کردم به غیر از سازمان وحدت کمونیستی که البته الان وجود نداره و شدیدا ضد استالینیست بود، با مجازات اعدام مخالف بود، همه جریانات طرفدار مجازات اعدام بودن. بعد از اعدام‌های دست جمعی پس از 30 خرداد 60 بود که آرام آرام یک سری نیروها آمدند و بر لغو کامل مجازات اعدام رو در برنامه‌شون گنجاندن. از جمله مثلا حزب کمونیست ایران که مسئول وحدت کمال سهن بود در سال 1362 تو برنامه‌شون گنجاندن. خود سازمان ما در سال 65 در اولین پیشنویسی که برای برنامه سازمان تهیه شده بود اونجا اون رو گنجاندن. حالا من کار ندارم، یک سری جریانات هم بودن که اصلا نه تنها طرفدار حکم اعدام بودن، بلکه حتی حاضر نبودن شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردن بدن، مثلا گفتن زندانی سیاسی انقلابی باید آزاد گردن فلان. خوشبختانه الان تقریبا اکثریت قریب به اتفاق نیروهای چپ، بیش از 20 حزب و سازمان چپ که ما داریم، لغو کامل مجازات اعدام رو در برنامه خودشون گنجاندن، نه تنها برای به اصطلاح جرایم سیاسی، بلکه همچنین برای جرایم غیر سیاسی. ممنون رفیق آرش. من خلاصه، اگر اینجوری خلاصه‌ای بگم از این مجموعه صحبتمون، به نظرم میاد که اینجوری میتونیم جمع‌بندی کنیم که اگرچه ما خواهان مجازات عادلانه همه اونهایی که به اصطلاح، البته اینی که من عرض میکنم در رابطه با کسانی که به اصطلاح رژیم‌های حاکم به طور مشخص، یا مثلا فرض کن کسانی که به طور مشخص جنایت میکنن، اگرچه ما خواهان به اصطلاح مجازات اونا و به های میز محاکمی کشیدن اونا هستیم، ولی به هیچ عنوان شکنجه و اعدام اونا رو تجویز نمی کنیم، حتی اگر فرض کنند از ماشه یک انسانهای بسیار شناخته شدهی مثل فرض کنید امثال لاجوردی ها و نمیدونم حتی بالاتر از این کسانی اگر امروز مثل هیتلر هم وجود می‌داشت. چرا که ما خودمون به سر خود اونا رو، این جنایتکارا رو معلول میدونیم، نه علتش. اینه که سیستم طبقاتی رو از نظر ما هست که باید سیستم طبقاتی که مبتنی بر فقر و جنایت و بازتولید ناهنجاری های اجتماعی باید بکشونیم، در این حال به پای میز محاکمه و روی اونها هست که در از تاکید بکنیم و اونها هستن که باید دگرگون بشن و به قول معروف از بین برن.
این که بخوایم مثلا فرض کنیم روی اون علتها به قول معروف ول کنیم و یک سری کنندگان به اصطلاح این سیستم را این شکل رو بیاریم اونا رو عامل اصلی بدونیم، این نقش دادن به افراد بدون اینکه به قول معروف تاریخ رو در نظر بگیریم که تاریخ هست که تعیین کننده و سازنده اینجور انسان ها هست، یعنی اون شرایط اجتماعی سیاسی طبقاتی هست که عامل هست که چنین چیزی پیش بیاد. در مورد ایران حالا یک نکته ای رو خیلی به درستی خوب بود توی گفتهات در رابطه با مسئله به اصطلاح اعدام هایی که در ارتباط با حتی کسانی مسائل اقتصادی پیدا میکنن، حقوقی پیدا میکنن، البته اینم بگم که این شامل باز خود اینا نمیشه، شامل دستاندار کاران از جمله مثلا فرض کنی رژیم نمیشه. همه شاهد هستن که امثال زنجانی ها طبق گفته خود این رژیم بیش از ده ها میلیارد اختلاس و اینا داشته که مطمئنن همراه با عناصری از درون خود نظام هم بوده، اینا شامل حالشون نمیشه این چنین مسئله. ولی ما به دفعات شاهد بودیم، من خودم به چشم خودم شاهد بودم، کسی که فقط برای شکم سیر کردن خودش دچار چندین نوبت به قول معروف دزدی و اینها شده بود، انگشتای دست این رو قطع میکنن. مواردی بوده یا مورد مشخصی بوده که فرد رو انگشتای دست راستش رو با انگشتای پای چپش رو با همدیگه قطع میکنن که این آدم رو فلج بکنن، یعنی زمین گیرش کنن. خب این اگر این امکان رو پیدا کنه غیر از اینه که باز دوباره میره دست به، چرا؟ به خاطر اینکه امکان اینو نداشته که به روایت اینا دیه بده یا پولی رو بده بقای خودش رو به قول معروف به وسیله پول تعیین بکنه. این بود که در تایید اون نکته ای رو که اشاره کردی. اگر احیانا وقتی داریم ما یک حدود 4-5 دقیقه ای، دلایلی که اینها برای به اصطلاح دست زدن به این اعدام ها میارن، چون مواردی هست که میگن که فرض کنید ما این کار رو میکنیم به خاطر اینکه با ترس باعث این بشه که این تکرار این انجام نشه، مثلا فرض کنید اتفاقاتی که میفته، یعنی فرض کنید دزدی ها، جنایت ها، نمیدونم راهزنی ها، فرض کنید نمیدونم از این موارد، یا فرض کنید مثلا دلایل دیگری که دارم برای این زمینه. موافقی اگر، چون به خصوص تو خودت رفیقارش کتابی رو داشتی دادی در این زمینه که سالها پیش در رابطه با مسئله اعدام منتشر کردی، توی اون هم اتفاقا به این نکات اشاره کردی، من پیشنهادم اینی که اون کتاب رو هم خودت معرفی بکن به طور خیلی خلاصه، هم به اون دلایلی که در اون کتابت آوردی که توجیهات خود این جنایتکارا جانیان دولتی هست که عامل سلب زندگی انسان ها میشن با ساختاری که در جامعه ایجاد میکنن، یه اشاره ای هم به این در این چند دقیقه که وقت دارید بکن لطفا. مرسی. خیلی ممنون. اون کتاب در واقع کتاب چه در سال 2004 میلادی منتشر شد که گزیده بود از مجموع مقالاتی که در نقد مجازات اعدام نوشته شده بود، فکر کنم الان تو سایت رای کارگر هم باشه یا برخی سایت ها، متاسفانه یه دو سه نسخه بیشتر دست من نیست اگر بخوام ارسال بکنم. ببین اولین دلیلی که اینا میارن طرفداران مجازات اعدام اینه که ما برای اینکه جرم و جنایت زیاد نشه ما دست به این کار میزنیم. حالا آمارهای همه آمارهای جهانی تقریبا در همه کشورها نشون داده و نشون میده اینه، اتفاقا در کشورهایی که مجازات اعدام رو لغو کردن میزان جرم و قتل و جنایت کمتر از کشورهایی هست که هنوز اونجا مجازات اعدام جاری و ساری هست. مثلا دو کشور همسایه کانادا با آمریکا مقایسه کن، کشور چه میدونم سوئیس و آلمان رو مقایسه کن با مثلا فرض بگیر کشورهایی مثل چین، مثل چین هم الان دومین قدرت اقتصادی جهانه دیگه، مجازات اعدام گر را گر اونجا اجرا میشه،
هیچ نشانی هم از اینکه این سبب کاهش به اصطلاح جرم، من البته نمیدونم اونجا آدم‌ها رو به چه جرمی، یعنی از جرم اقتصادی تا جرم سیاسی تا قتل عمد میگیرن اعدام میکنن، درست؟ بنابراین آمارهای جهانی خلاف این رو ثابت میکنه. دومین دلیلی میارن که باز نشأت گرفته از اون فرهنگ خونخواهی و انتقام خونی و قصاصی که از هم توی یهودیت بود، هم توی مسیحیت بود، هم توی اسلام هست، که ما باید مرهمی بذاریم بر درد خانواده مقتول. نمیشه که مثلا عزیزش را کشتن، ما برن که مثلا یا آب خونکی اینا بخورن دلشون آرام بگیره، یا خودشون نیان خودسرانه دست به انتقام گیری بزنن، ما خودمون ترتیب قاتل رو میدیم که اونا مثلا احساس آرامش بکنه، درست؟ و خب بازم همینو میشه در قیاس آماری با دیگر کشورها، یا طرف مثلا بیتن عزیزشو کشتن تو همین کشور اروپایی، به جای اینکه مثلا از طریق کشتن یک آدم دیگه مثلا دلش خنک بشه، میره پیش روانکاو، پیش روانشناس، گاهی حتی خود دولت این امکان رو در اختیارشون قرار میده، مثلا جنایتی رخ میگیره در یک مدرسه، دولت میاد مثلا کلی روانشناس ارسال میکنه برای کل اون دانش آموزانی که نجات پیدا کردن از اون جنایتی که صورت گرفته تو اون مدرسه، که به اینا خدمات روحی روانی بده و اینا مسلط بشن. راه حل اینه، نه اینکه تو یه آدم دیگه رو ببری پای چوبی دار که دل مثلا اون خانواده مقتول مثلا چی بشه، خنک بشه. یا مثلا استدلال میکنن که مثلا ما از طریق ایجاد ترس و رعب مانع مثلا جرم و تبهکاری میشه. خب شما حساب برس، ایران در کشوری که به اصطلاح مصرف مواد مخدر ممنوعه، مبادله و خرید و فروش مواد مخدر ممنوع هست، شده به مأمن قاچاقچیان مواد مخدر و روز به روز هم بر میزان مصرف مواد مخدر داره افزایش پیدا میکنه، هم کسایی که تو کار قاچاق مواد مخدر هستن بیش از هر که، یعنی بعد از ده ها هزار زندانی سیاسی شاید قاچاقچیان مواد مخدر دومین رسته ای هستن که اعدام شدن در جمهوری اسلامی. ببینی هیچ نشانی، به اعتراف خود روزنامه های جمهوری اسلامی، هیچ نشانی از کاهش نه مصرف، نه خرید فروش، نه واردات، نه صادرات به اصطلاح مواد مخدر در ایران هست. تازه اشکال جدید روانگردان مواد وحشتناک شیمیایی هم داره برش افزوده میشه. حالا کار ندارم خود سپاه پاسداران، خود نیروی انتظامی، خود دست اندرکاران رژیم در این به اصطلاح تجارت میلیاردی سودای کلان دارن کسب میکنن، دست خودشون هم درگیره، ولی عملا محاکم قضاییشون میان مهرهای دست چندم رو میگیرن اعدام میکنن، هر سال هم چند صد تا هم اعدام میکنن. میبینی هیچ نشانی از کاهش نیست. به خاطر چی نیست؟ ببین وقتی مردمی که تحت انواع و اقسام فشارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی هستن به لحاظ روحی روانی نمیتونن بر خودشون مسلط بشن، رو میارن به الکل، رو میارن به مواد مخدر، رو میارن به افزایش مصرف سیگار و بسیاری چیزهای دیگه، یا رو میارن وقتی میبینه که مثلا کار پیدا نمیشه، یا اگر کاری هم بکنن 2 میلیون میده، در حالی که خط فقر نهادهای کارگری میگن 20 میلیونه یه خانوار باید 20 میلیون داشته باشه از پس مخارج در بیان، یه حقوق 2 میلیون میدن، خب طبیعیه برای تامین بقیه مخارجش به کار خلاف دست میزنه. حالا یکی میره تو خرید فروش مواد مخدر، یکی میره تو قاچاق مثلا مواد مشروب یا ساختن مشروب خانگی، یکی میره دزدی میکنه، یکی میره زورگیری میکنه و بسیاری کارهای دیگه. یعنی آمارهای علمی نظرسنجی همه اینها نشون میده که این استدلالایی که اینا میارن همه پوچ هست و شما اتفاقا از طریق اقدامات اثباتی، از طریق ارائه خدمات رفاهی، تأمین اجتماعی، خدمات حتی روانی، برخی آدم هست مثلا اعصابش خراب، بهش بگی تو مثلا ممکنه چاقو بگی، خب این آدم رو نمیگیره آدم میگیره بکشه، این آدم رو میاره اگر نمیتونه برای اعصابش مسلط بشه، خدمات روانپزشکی رایگان در اختیارش میذاری، بررسی میکنی علت این عصبانیتش، این خشمش، این سادیسمش چیه، اینجوری مسئله رو به اصطلاح جامعه رو به اصطلاح میتونی پاک بکنی، سالم بکنی.
منتها به قول معروف اینا از طریق افزایش بودجه بسیار نهادهای پلیسی، زندان، قضایی و فلان اونجا پولشون رو اونجا خرج میکنن، عوض این که باید در جای دیگری خرج بکنن، که ما شاهد به اصطلاح افزایش این آسیب‌های اجتماعی نباشیم. بنابراین آمارها هم در همه جهان ثابت کرده، اتفاقا اون کشورهایی که اعدام رو لغو کردن بخش عمدهشون نه تنها سبب افزایش جرم و جنایت نبوده، بلکه حتی در قیاس با کشورهایی که دارن اعدام رو اجرا میکنن به مراتب چیه؟ پایین‌تر. دقیقا، ما وقتمون تقریبا به اتمام رسیده، هرچند گفتنی در رابطه با این مسئله زیاده، علل خصوص میزان اعدام های سیاسی که در ارتباط در کشور ایران به طور مشخص با ده ها هزار اعدامی که ما داشتیم، این رو میخواستم من اتفاقا در ادامه بیارم که مسئله اصلا ربطی به این توجیهاتی که اینها برای اعدام ها دارن در مورد جریان نیروهای سیاسی که یا افراد سیاسی که ده ها هزار نفر شاملش میشه که اعدام شدن رو اینها، غیر از اینکه فقط دگراندیش دیگه عدم تحمل دگراندیشی باعث این شده که این همه نیروی فعال و به قول آگاه اجتماع رو اینا به نیستی بکشونن با گرفتن جان عزیزشون، که اصلا هیچ ربطی به این توجیهاتشون نداره در رابطه با مسئله اعدام. امیدوارم در یک برنامه دیگری این امکان پذیر باشه. ممنون از اینکه در این برنامه همراه بودی و متشکرم از شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری، با آرزوی اینکه این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. براتون روزهای شب و روز و شب و خوبی رو آرزو مندم و امیدوارم همچنان تندرست و برقرار باشید. شب و روز خوش.